سرخط خبرها، آغاز عملیات نظامی جمهوری آذربایجان در قره‌باغ و احتمال درگیری ایران، پیدا شدن قطعات جنگنده 100 میلیون دلاری آمریکا بعد از سقوط، سخنان شوکه کننده ابراهیم رئیسی در آمریکا که همه را حیرت زده کرد، و حملات سنگین هوایی ارتش پوتین در غرب اوکراین. مشروع اخبار، آغاز عملیات نظامی جمهوری آذربایجان در قره‌باغ و احتمال درگیری ایران. رسانه‌های ارمنستان با انتشار تصاویر اعلام کردند که نیروهای جمهوری آذربایجان شهری در مرکز منطقه قره‌باغ را گلوله باران کردند. وزارت دفاع ارمنستان نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای جمهوری آذربایجان با سلاح‌های دقیق مواضع نظامی ما را بمباران کردند. رسانه‌های محلی اعلام کردند باکو در پی آغاز این عملیات حریم هوایی خود را به روی ارمنستان بسته است. خبرگزاری فرانسه نیز از شنیده شدن صداهای انفجار در مرکز قره‌باغ خبر داد. همزمان وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد عملیات ضد تروریستی نیروهای ما در منطقه قره‌باغ آغاز شد. در این بیانیه ادعا شده که فرماندهی نیروهای حافظ صلح فدراسیون روسیه و رهبری مرکز مشترک نظارت ترکیه و روسیه در جریان فعالیت‌های جاری قرار گرفتند. جمهوری آذربایجان همچنین مدعی شد که هدف از این عملیات نظامی اخراج گروه‌های مسلح ارمنستان از اراضی جمهوری آذربایجان است. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مدعی شد که صبح امروز بر اثر اقدامات تحریک‌آمیز ارمنستان، دو نظامی آذربایجانی زخمی شدند. پیدا شدن قطعات جنگنده 100 میلیون دلاری آمریکا بعد از سقوط. مقام‌های ارتش آمریکا می‌گویند بقایای جنگنده فوق پیشرفته F-35 که بعد از خروج اضطراری خلبان آن در سواحل کارولینای جنوبی ناپدید شده بود، پیدا شده است. بقایای این جنگنده 100 میلیون دلاری که از آن تحت عنوان پیشرفته‌ترین جت جنگنده جهان یاد می‌شود، عصر دیروز در مناطق حوالی ویلیامزبرگ پیدا شده است. سخنان شوکه کننده ابراهیم رئیسی در آمریکا که همه را حیرت زده کرد. ابراهیم رئیسی در دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفت عدالت جنسیتی و توجه به حقوق زنان در جمهوری اسلامی در دنیا کم نظیر است. او افزود جمهوری اسلامی آماده است تا برای گسترش صلح و امنیت در جهان و جلوگیری از نظم ملت‌ها با سازمان ملل همکاری کند. و حملات سنگین هوایی ارتش پوتین در غرب اوکراین. شهر لویو در غرب اوکراین در ساعت اولیه صبح سه‌شنبه 28 شهریور هدف حمله پهپادی روسیه قرار گرفت. به گفته دو مقام محلی، سامانه‌های پدافند هوایی با هدف دفع حمله پهپادی روسیه در این شهر فعال شدند. آندری سادوی شهردار لویو و ماکسیم کوزیتسکی شهردار این منطقه ضمن توصیه به شهروندان برای ماندن در پناهگاه‌ها پیش‌بینی کردند که حملات پهپادی بیشتری انجام شود. پیشتر شهردار خارکیف دومین کلان شهر اوکراین گفته بود که روسیه شامگاه دوشنبه در دومین حمله موشکی خود به این شهر یک منطقه صنعتی را هدف قرار داد. این شخص در تلگرام گفت اطلاعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه یک منطقه صنعتی هدف حمله قرار گرفته است.